سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 ماه جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. جان باختن 9 تن در یک حمله انتحاری در ننگرهار. خوشبینی رئیس جمهور روسیه از برایند تلاش های مشترک مسکو و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در افغانستان. ما انکشاف ها را در افغانستان از نزدیک دنبال میکنیم و در این باره ما همکاری های سودمند خودمان را با چندین کشور به شمول ایالات متحده ادامه میدهیم. گرفتار شدن شمار از زنان معتاد به بیماری های روانی. بازداشت نشدن کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان با گذشت نزدیک به یک ماه از صدور حکم بازداشت او. با تاکید رهبر مذهبی ایران بر انکار این کشور از گفتگو با امریکا. پاسخی به پیام ترامپ. شروع خبرها. در حمله انتحاری در شهر جلال آباد 9 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این حمله در نزدیک یک بازگاه امنیتی در منطقه فامیلی های ناحیه ششم شهر جلال آباد رخ داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از همکاری این کشور با ایالات متحده درباره افغانستان استقبال میکند. آقای پوتین میگوید که مسکو با چندین کشور به شمول ایالات متحده در موضوع افغانستان همکاری میکند. او امیدوار است که همکاری های جهانی درباره افغانستان نتایج دلخواه در حل معضل این کشور داشته باشند. حسیبه اتکپال گزارش میدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با تلویزیون میر روسیه میگوید که ایالات متحده در افغانستان با فشارها روبروست و مسکو برای رسیدگی به بحران این کشور با واشنگتن همکاری نزدیک دارد. ما انکشاف ها را در افغانستان از نزدیک دنبال میکنیم و در این باره ما همکاری های سودمند خودمان را با چندین کشور به شمول ایالات متحده، کشوری که با فشارهای مشخص در آنجا روبرو است، ادامه میدهیم تا اوضاع در این کشور حفظ شود. مسکو تلاش های خودش را نیز در این راستا ادامه میدهد و امید است تا همکاری های جهانی نتایج مثبت داشته باشند. هرچند به تازگی استخبارات روسیه از فعالیت 5000 جنگجوی خارجی زیر چتر گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اکنون فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا میگوید داعش در افغانستان یقیناً آرزوهای حمله بر امریکا را دارد. وقتی که با طالبان صلح میشن باید زمینه از این مساعد شوند که کسانی که در صفوف طالبان هستند اینا حتما باید جذب شوند. اگر اینا جذب نشوند امکان از این هستند که اینا را داعش و گروپ های دیگه تروریستی اینا را جذب کنند. اما با وجود هشدارهای پیهم مقامهای امریکایی از خطر داعش در افغانستان، حکومت تهدید این گروه را جدی نمی داند. داعش فعالیتونه په شمال کې او په مشرقی کې شته. په مشرقی کې اوس کم شوي دي، په شمال کې لږ لږ زیات دي. تهدید توریزم منطقه را رد نمی کنیم، اما این اطمینان نزد مردم موجود داشته باشد که نه تنها داعش بلکه هیچ گروه تروریستی مکان امن در افغانستان ندارد. در این روزها از فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کنر، فاریاب و جوزجان خبر می‌رسد. نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به بی‌برنامگی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌سازند. این نمایندگان در نشست ملی انتخابات میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات به گونه عمدی تلاش دارد تا انتخابات به گونه شفاف برگزار نشود، اما کمیسیون مستقل انتخابات این اتهام ها را نمیپذیرد و میگوید که اندازه بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به زودی روشن خواهد شد. انیسه شهید گزارش میدهد.
نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات در نشست ملی انتخابات با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گرد آمدند. این نمایندگان احزاب کمیسیون انتخابات را از بهر برگزار نشدن انتخابات‌های شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی، انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و نیز روشن نبودن بودجه انتخابات به ناتوانی متهم می‌سازند. یا ماماتو میه به ما شما ختمش را تعیین می‌کنه و میگه که نه تنها انتخابات ریاست جمهوری امکان داره و انتخابات چهار انتخابات سه انتخابات دیگه نمیشه. و این قابل قبول با مردم افغانستان نیست. نبود برنامه و نبود اراده سیاسی برای انتخابات شفاف از جمله چالش‌هایی است که هر تلاش انتخاباتی داره به طرف ناکامی میره. این نمایندگان احزاب و نهادهای ناظر بر روند انتخابات هشدار می‌دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات مجلس نمایندگان غزنی را برگزار نکند، باشندگان این ولایت در انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت نخواهند کرد. بده من ما اعتراض وکړم لس دا خبر چې غزنی ټاکنې خصوصا د ولسمجه د ولسمجه ټاکنې زندګي موږ دغه منطقي نه بولو دا راته منطقي دلایل نه ښکاري کوم دلایل سده یې رايه کوي. بعد از ولسوالی ها به صورت غیر مترقبه گویا پلان شده ناامن میشه و این جنجال برانگیز است و در بعض از ولایاتی که ساحه ناامن است اونجا مراکز رایدی تازه ایجاد میشه، محلاتشون بیاد دقیق و معلوم نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند و میگوید که سرنوشت بودجه انتخابات ریاست جمهوری نیز به زودی روشن خواهد شد. هر باری که تغییر خوردن ما ارقام مختلفه به نشر رساندیم، ولی این بار آخرین بار ما یک ارقام بودجه را به نشر می رسیم که او هیچ نوع تغییر نخواهد خورد. بودجه هم امو دقیق ساختنش نیازمند بحث تکنیکی داره که انقریب انشالله او نهایی می شود و این بودجه برخلاف نگرانی های شما رو به افزایش نیست، رو به کاهش است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگزار شود. رئیس زازه جوانک 8 ماه پیش از سوی نگهبانان رئیس جمهور در سفر آقای غنی به هرات لتوکوب شده بود، میگوید که بعد از انتقال یافتن به کابل هم هرگز رئیس جمهور را ملاقات نکرده. و گفته این جوان وی در این مدت در یکی از مهمانخانه های دولتی به سر میبرد و خانواده‌اش را نیز ندیده است. در همین حال مادر رئیس زازه میگوید که 8 ماه پیش در ارگ به وی گفته شد که اگر از قضیه لتوکوب پسرش نگذرد به پرونده غصب جایدادهایشان رسیدگی نخواهد شد. تمیم حمید گزارش میدهد. امین مار از امیتیر از امینان، مار از امیتیر از میشو، مشکل مرسوان چون از امیسوان. پس از 8 ماه هم مردم تصویر تازه از او را در پرده تلویزیون میبینند و هم اعضای خانواده‌اش. در طول 8 ماه در یک از میمانخانه های دولتی قرار دارم، در آنجا در یک جای امن قرار دارم و در تا این مدت 8 ماه من از فامیل خود، از خانواده خود دور هستم، آنها را ما ملاقات یا دیدن ننمودم. ما به رئیس زازه پس از آن دست میابیم که به روز 4 شنبه اعضای خانواده‌اش از ناپدید بودن 8 ماهه او شکایت کردند. یک سخنگوی ارگ در واکنش به این گفته ها در صفحه فیسبوکش نگاشت که افزون بر رسیدگی به پرونده غصب جایدادهای خانواده رئیس زازه، خود او هم از بر حفظ جانش در یکی از مهمانخانه های امنیت ملی نگهداری می شود. اما مادر رئیس زازه در این باره چیز دیگری می گوید. مرتضاوی متوویلی چه دی وحل نتیر شوی چه متاسکار خلاص کو که دغو نتیر نشوی متاسکار نخلاصو. با اساس کدام تصویب سارنوالی یا مقامات زیر صلاحیت عدلی و قضایی آزادی از اینا سلب شده؟ در غیر از او چنانچه خانواده از او گفتن اگر از 8 ماه به این طرف با خانواده خود ارتباط نداشته باشه، این ظلم و جفایی است که دولت افغانستان در حق یک شخصی میکنه که از آزادی بیان خود استفاده کرده. در همین حال رئیس زازه‌ای که تاکید می‌ورزد جانش از بر دنبال کردن پرونده غصب جایدادهای خانواده‌اش همواره در خطر بوده است، یک بار دیگر از رئیس جمهور می‌خواهد که به این ماجرا پایان دهد. خواست ما از رئیس جمهوری این است که اول با ما ملاقات بکنه با فامیل ما و بعد طبق هدایت خودشان به نهادهای عدلی و قضایی با سرانوالی و محکمه جایی که قضیه ما جریان داره هدایت بتن تا به مشکلات ما زودتر و عاجلتر رسیدگی بکنه. رئیس زازه 8 ماه پیش هنگام خواست از رئیس جمهور دادخواهی کند که اشرف غنی در مراسم گشایش راه لاجورد در هرات شرکت کرده بود.
در تصویرهایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند، دیده می شود که نگهبانان رئیس جمهور این جوان را به زور از تالار بیرون می برند و در بیرون لت و کوب می کنند. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به یک ماه از حکم بازداشت کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، تا کنون او بازداشت نشده. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که به علت مشغول بودن وزارت امور داخله در جنگ ها، این نهاد زیر پیگرد قرار دادن کسانی که متهم به فساد هستند دور مانده. در این میان شماره از اعضای شورای ملی میگویند که نهادهای کشفی، عدلی و قضایی تنها کسانی را بازداشت میکنند که پشتیبانی سیاسی کمتر داشته باشند. مسعود انصار در این باره گزارش دارد. در ماه اخیر سال پار برای نخستین بار لوی سارنوالی از وزارت امور داخله خواست تا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای پاسخگویی به این نهاد جلب کند. اما کرام الدین کریم به لوی سارنوالی نیامد و در فرجام نزدیک به یک ماه پیش لوی سارنوالی حکم بازداشت او را صادر کرد. افراد و اشخاصی که ناتوان است، ضعیف است، او به پنجه قانون سپرده میشه و کسانی که زورمند هستند، بعض سیاسیون پشت سرشان است، یک با مدعا و یک جپای تاریخی است. بحث سیاسی داره به مول لحاظ اداره میکنه تا که نشوه که دوچار یک موضوع سیاسی شوه و پست خود یا مقام خود هر کسی که جا به جا میشه از دست بده. دیدبان شفافیت افغانستان نیز زیر پایگرد قرار نگرفتن متهمان را از سوی نهادهای اجرا کننده قانون انتقاد می کند. بحث تنفیذ قانون، جلوگیری از جرایم و مسائل حاکمیت قانون یک اولویت اساسی وزارت داخله نیست. ما در این زمینه با مشکلات جدی در زمینه حاکمیت قانون روبرو هستیم. بانک کرام الدین کریم چهره شناخته شده ای است، اما تا اکنون محل بود و باش او روشن نیست. اما وزارت امور داخله میگوید که برای بازداشت او تلاش ها جریان دارند. اجراعاتی که نیاز شوه و بعد از این هم سارمالی افغانستان او تصامیم امیتخواست خواهد کرد. کرام الدین کریم چند ماه پیش به آزار و اذیت جنسی دختران فوتبال باز متهم شد. فدراسیون جهانی فوتبال نیز او را 1,000,000 فرانک سوئیسی جریمه کرد و تا پایان عمر از فعالیت در نهادهای ورزشی محروم ساخت. شمار از زنان معتاد پس از آن که درمان می شوند، کس از خانواده و نزدیکانشان آنان را تسلیم نمی شوند و این کار سبب شده که شمار از آنان به بیماری های روانی گرفتار شوند. رئیس یکی از مرکزهای درمان معتادان زن و کودک در کابل می گوید که کودکان درمان شده این زنان را نیز هیچ مرکز آموزشی نمی پذیرد و این کودکان را بیمار می گویند. در یکی از این مرکزها زنان نیز زیر درمان هستند که هم از مواد مخدر کار می گرفتند و هم این مواد را می فروختند. نبیلا اشرفی گزارش می دهد. لوبیا، کچالو و برنج خوراک هر روزی آنان است. نوریه که مواد مخدر می فروخت و نیز از این مواد کار می گرفت، 4 روز پیش از سرای شمالی کابل به مرکز ملی درمان معتادان زن و کودک آورده شده است. باز مشتریتان کیا بودن؟ ایرانی ها بودن، ترک بودن، عرب بودن، ترک ها بودن. نوریه هنگام دو دختر نوجوانش را در ایران ترک می کند و به افغانستان دوباره ازدواج می کند که شوهرش از سوی پلیس ایران زندانی می شود. تصمیم ترکش ندارم. چرا؟ به خاطر چی؟ همون تو از ما زندگی تباه شده، چی کنم بوده؟ چی مانداله برای ما؟ ملیحه 1 سال می شود که با 7 فرزندش در این مرکز زیر درمان است. فرزند بزرگش 13 سال است و هیچ یک از کودکانش مکتب نمی رود. طالعی ممکن نام خدا کتا کتا سیدان سر سیش نمی چنیم که دیگه شم چی 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 24 معتاد مواد مخدر را این مرکز در خانه هایشان درمان می کند. هر قسمی که مریض بخواهیم، مثلا اگر راضی باشد در شفخانه تداویش میکنیم، اگر راضی نباشد در خانش تداویش میکنیم. بعد از 45 روز مریض ما رخصت میشه و برای 1 سال ما برنامه فالو یا برنامه تداوی مراقبت بعد از تداوی داریم. در کابل 5 مرکز برای درمان معتادان زن و کودک وجود دارد و تنها در همین مرکز 70 زن و کودک زیر درمان هستند. بر بنیاد برخی از آمارها، از میان نزدیک به 3,000,000 معتاد در افغانستان، در حدود 1,000,000 آنان زنان هستند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر.
ادامه خبرها. علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن میگوید که ایران با آمریکا گفتگو نخواهد کرد. رهبر مذهبی ایران میگوید که تهران با وجود تحریم ها و بی گفتگو با واشنگتن پیشرفت خواهد کرد. از سوی هم شینزو آبه در دیدار با رئیس جمهور ایران از وقوع یک درگیری تصادفی میان تهران و واشنگتن هشدار میدهد. او میگوید که ژاپن برای از میان برداشتن تنش ها میان تهران و واشنگتن تلاش خواهد کرد. نخست وزیر ژاپن در دیدار با رهبر مذهبی ایران گفت که می‌خواهد پیام دونالد ترامپ را به او برساند، اما رهبر مذهبی ایران می‌گوید که هیچ پیامی به ترامپ ندارد. اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم. پیش از دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر مذهبی ایران، او در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از وقوع یک درگیری تصادفی میان تهران و واشنگتن در خاورمیانه هشدار داد. احتمال یک درگیری تصادفی وجود دارد، اما به هر گونه که باشد از درگیری نظامی باید جلوگیری شود. صلح و ثبات در خاورمیانه نه تنها به سود منطقه است، بل به سود سراسر جهان است. هیچ کس طرفدار جنگ نیست و ژاپن امیدوار است که بتواند برای کاهش تنش‌ها کار بکند. رئیس جمهور ایران میگوید که تهران آغازگر جنگ با آمریکا نخواهد بود. ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با آمریکا. اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه، پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد. همزمان با این، وزارت خارجه ژاپن گفته است که دو کشتی که امروز در آبهای عمان آتش گرفتند، حامل کالاهای ژاپنی بودند. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. حکومت کازاخستان میگوید 1000 تن از کسانی را که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کرده بودند مجازات کرده است. از سوی هم اعتراض‌های ضد حکومتی امروز نیز در شهر نورسلطان پایتخت این کشور ادامه داشتند و ده‌ها تن از معترضان از سوی پلیس بازداشت شدند. ترکیه میگوید امیدوار است که سپر دفاع موشکی S-400 را که از روسیه خریده است به زودی تحویل بگیرد. پیش از این ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر انقره سپر دفاع موشکی S-400 را از روسیه تحویل بگیرد، ایالات متحده جنگنده های F-35 را به ترکیه نخواهد فروخت. در سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های شرقی و جنوبی چین نزدیک به 40 تن جان باختند و 15 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. این سیلاب ها زیان های هنگفت مالی را نیز به بار آوردند. خبرهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی. بانک توسعه آسیایی و صندوق اقلیم کانادا برای بخش خصوصی در آسیا نزدیک به 8 میلیون دلار را برای توسعه و پشتیبانی سرمایه گذاری های خصوصی در بخش تولید انرژی خورشیدی در افغانستان قرض می دهند. این پول ها قرار است در اختیار شرکت که نخستین نیروگاه برق خورشیدی کندهار را ساخته قرار بگیرند و در همین نیروگاه هزینه شوند. در همین حال شرکت برشنا میگوید که روند آزمایشی یا توزیع برق از این نیروگاه آغاز شده و به زودی نیروگاه به گونه رسمی گشایش خواهد یافت. نخستین نیروگاه برق خورشیدی ولایت کندهار با ظرفیت 15 مگاوات در ولسوالی دامان این ولایت ساخته شده است. شرکت ترکی 77 در بیش از یک سال گذشته افزون بر 7 میلیون دلار یارانه حکومت 12 میلیون دلار را برای ساخت این نیروگاه هزینه کرده است. اکنون بانک توسعه آسیایی و صندوق اقلیم کانادا برای بخش خصوصی در آسیا 7.85 میلیون دلار را به این شرکت قرضه دادند تا به ادامه کار این شرکت در تولید نیروی برق و نیز حفظ و مراقبت این نیروگاه کمک کنند.
This is actually the second solar power plant. این دومین نیروگاه برق خورشیدی است که ما آن را تمویل می‌کنیم. نیروگاه نخست را که ما می‌خواهیم تمویل کنیم یک نیروگاه 20 مگاوات برق خورشیدی در نغلو است. از برقی که در این نیروگاه تولید می‌شود در حدود 60 کارخانه در پارک صنعتی شورندام ولایت کندهار و نیز شمار از خانه‌ها بهره مند خواهند شد. شرکت برشنا می‌گوید که به زودی دو پروژه دیگر برق خورشیدی نیز با ظرفیت مجموعی 25 مگاوات در کندهار به بهره برداری سپرده خواهند شد. همه می پروژه های سولار که هست در گام نخست به پارک های صنعتی برق میده. عملا امیاله که فعلا برق 15 میگاوات سولار در کندهار فعالیت داره به پارک های صنعتی شورندام و همچنان به مراکز تجارتی می باشه. ما 5 زون صنعتی داریم در افغانستان که یک زون از او کندهار است یا زون جنوب ما حساب میشه و متاسفانه یکی از زونای ما هستند که شدیداً الکتریسیتی شارتیج یا با کمبود برق مواجه است. با بهره برداری از نیروگاه برق خورشیدی ولسوالی دامان سالانه از انتشار 8500 تن کاربن دای اکساید در این پارک صنعتی جلوگیری می شود. و نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 79 افغانی با 65 پول، یک یورو 89 افغانی با 60 پول، یک درهم امارات 21 افغانی با 55 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی با 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 530 با 7 افغانی. مرور بر خبرهای ورزشی هم بعدتر. تیم دوچرخه سواران راه لاجورد پس از 55 روز و 4125 کیلومتر رکابزنی با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان روز گذشته وارد مقصد نهاییشان استانبول شدند. در این راه دوچرخه سواران کشور پیام صلح مردم افغانستان را به تمامی کشورهای راه لاجورد رساندند. 12 دور رقابت‌های باشکوهی زون مرکز کابل در بخش پانکریشن در ردیسینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان امروز آغاز شد. در این رقابت‌ها 140 ورزشکار از 12 باشگاه زون مرکز پایتخت اشتراک نموده است. هدف از این مسابقات منتخب زون مرکز شهر کابل و گرامیداش از 100 سالگرد استقلال و استرداد کشور گفته شده است. قرار است در پایان این پیکارهای 3 روزه 33 چهره برتر در 10 کلاس وزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها به منظور شرکت در رقابت‌های گزینشی تیم منتخبی شهر کابل برگزیده شوند. برای آگاه شدن از تازه ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 456 به تماس شدید و سپس کلید 1 را دوبار فشار دهید. خدا نگهدار.